بینندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت دوست و همکار عزیزم آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که در گفتگو با ما شرکت میکنیم. من هم سلام دارم خدمت بینندگان محترم و همچنین به شما سلام دارم آقای عبدالله. بینندگان عزیز، همونطوری که مطمئناً مطلع هستین، میشنوین، میخونین، تقریبا روزی نیست که خبر اعدام چند نفر یا لااقل هفته ای نیست که اعدام چندین نفر در ایران در اخبار و گزارش ها به گوش و نظر همه برسه. از طرف دیگه این روزها مقارن است با سالروز کشتار چند هزار زندانی در سال 1367 و از این نظر این شدیم که با آقای گلزار که در این زمینه تا الان چندین مقاله هم نوشتن و تحقیق کردن در رابطه با اصلا اعدام و خشونت و این همانیش با جمهوری اسلامی گفتگو کنیم. آقای گلزار بفرمایید ببینم اصلا چجوری شروع شده، چیه وضعیت این اعدام در این نظام مقدس؟ خدمت شما و بینندگان محترم عرض کنم که مسئله خشونت و اعدام رو میشه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. مثلا مسئله خشونت در ایران در وجه اقتصادیش رو میشه در زمینه فقر، اشتغال، کار کودکان، کار یا اینکه اشتغال زنان بررسی کرد. در زمینه اجتماعی میشه اون رو در وجه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد و فرهنگی هم به همین ترتیب. امروز من لازم میدونستم که در ارتباط با زمینه تاریخی و اجتماعی مسئله اعدام و خشونت این رو مورد بررسی قرار بدم و با شما اون رو در میون بذارم. خدمتتون عرض کنم که مسئله خشونت و اعدام یک مسئله اساسی است در تک تک افراد خانواده، در تک تک شهروندان ما تأثیرات بسیاری رو در عرض 30 سال گذشته گذاشته و در حقیقت حکومت‌های استبدادی زمین ساز یک نوع خشونت طلبی یا یک خشونت پروری در جامعه هستن. قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنم میخواستم با چند سوال از شما بینندگان محترم صحبتم رو شروع کنم و این سوال هایی که مطرح می کنم امیدوار هستم که شما هم به آرامی در درون خود به اونها پاسخ بدید. سوالم از شما اینه که اگر کسی یکی از عزیزترین افراد خانواده شما رو به قتل برسونه، برای اون چه جرمی رو قائل هستید؟ در ذهن خودتون چه جرمی رو به اون میدید؟ اگر کسانی که در این رژیم قتل‌ها و جنایت‌های بیش از حدی کرده اند رو در ذهن خود بخواید محاکمه کنید، چه جرم به او میدید؟ آیا خودتون رو محق میدونید که این جرم رو به اون جنایتکار و به اون جانی بدی؟ آیا این اجازه رو به خود میدید که بالاترین جرم یعنی اعدام رو به او بدی؟ به چه دلیل این کار رو انجام میدید؟ حالا یک سوال دیگه میکنم از شما. اگر شما خواسته و یا ناخواسته جرمی مرتکب بشید، جنایتی بکنید، آیا واقعا برای خود اعدام رو بهترین مجازات میدونید؟ یا تصور میکنید که باید امکان دوباره‌ای به شما داده بشه تا شما بتونید خود رو اصلاح کنید، به جامعه برگردید و شخصی مفید برای خود و خانواده و برای جامعه بشید؟ آیا این رو بهتر نمیدونید؟ این سوالی که خدمتون عرض کردم سوالی است که هر کس باید خود از خود بکنه. اعدام تنها وسیله و امکان برای مجازات نیست. در حقیقت ما همون وسیله رو انتخاب کردیم که قاتل انتخاب کرد. مجازاتی که قاضی میگذاره با وسیله‌ای که قاتل انتخاب کرده در حقیقت یکیست و نمیشه با وسیله بدی که
با روش بدی که قاتل انجام داده ما جبران خسارت بکنیم. اعدام در حقیقت قتل یک خسارت بسیار بزرگه که به یک خانواده به یک جامعه وارد میشه. نمیشه با خسارت مجددی که اعدام باشه ما جبران خسارت اولیه رو بکنیم. هیچ گونه فضایی به قاتل داده نشده که جبران خسارت گذشته خودش رو بکنه. از طرف دیگه این قاتل، کسی که قتل میکنه، کسی که جنایت میکنه، در دل این جامعه است که این کار رو انجام میده. نقش جامعه چی میشه؟ جامعه رو باید چگونه مجازات کرد؟ در حقیقت جامعه رو باید چگونه متحول کرد که کسی دست به قتل و جنایت دیگر نزن. مسئله اساسی جامعه است و تحول جامعه. بشر در طول زندگی خودش تونسته متحول بشه و در حقیقت با تجربه‌ای که بشر کرده به این نتیجه رسیده که اعدام مجازات درستی نیست. رسیده به این که نباید اعدام کرد، باید بخشید، باید فرصت داد تا انسان‌ها تغییر کنند. این رو در بیانیه حقوق بشر نوشته شده و نه فقط به خاطر اینکه در بیانیه نوشته شده، بلکه بعد از اینکه بیانیه نوشته شده 5 مذهب مختلف این رو مورد بررسی قرار دادن و همه متفق القول گفتن که نباید کسی رو اعدام کرد. در اسلام هم به همین ترتیبه. در اسلام کسی رو نمیشه اعدام کرد. بهترین کار عفو. اون چیزیست که برای خداوند هم پسندیده ترین چیزه. البته مسئله عفو رو اگر بخوایم از دیدگاه حقوقی به اون بررسی بخوایم بپردازیم و مخصوصا در زمینه در اسلام، این بحث جداگانه‌ای میطلبه که میشه به اون پرداخت و در واقع هم در اسلام ما اعدام نداریم و امکان اعدام کردن هم وجود نداره. اما در ایران ما امروز شاهد اون هستیم که ماشین اعدام هر هفته جان بسیاری رو میگیره. بسیاری در انتظار اعدام هستن. اخبار مختلف وجود داره که در شهرستان‌های مختلف، چه مشهد باشه، چه اصفهان، چه شهرهای بسیار کوچیک حاشیه به اصطلاح مرزی، که افراد بیشماری هستن که منتظر اعدام هستن. و در شهرستان‌ها متاسفانه ما شاهد منظره بسیار کریهی هستیم از اعدام افرادی که اینها یا قاچاقچی مواد مخدر بودند یا جرم‌های دیگری داشتند. اینها را با دمپایی، کشان کشان، با لباس زندان، اینها را گریان به پای طناب‌های دار می‌آورند، با جرثقیل‌های کثیف، با یک صحنه بسیار زشتی رو درست کردن که افرادی رو با تناب آبی رنگ به دار میکشن. و اونم در ملأ عام آقای کلز. متاسفانه در ملأ عام، در مقابل چشم مردان، متاسفانه در مقابل چشم زنان و کودکان. تصویر خشنی که هیچ کس در طول زندگی اون رو فراموش نخواهد کرد. متاسفانه این تصویری است که جنایت این رژیم داره به جامعه در حقیقت انتقال میده. تصویر زیبایی نیست. سران رژیم عنوان میکنن که اگر کسی اعدام رو ببینه درس عبرت میگیره. متاسفانه این درس عبرت فقط برای کسانی است که مواد مخدر فروختند یا مدافع حقوق انسان ها بودند یا مدافع آزادی و استقلال کشور بودند. سران رژیم هیچ درس عبرتی از اعدام افرادی که اول انقلاب کرده اند نمی گیرند. این درس عبرت فقط برای کسانی باید باشد که در حقیقت فروشندگان مواد مخدر هستند یا آزادی خواهند. استبداد همه حقوق انسان‌ها رو پایمال کرده و می‌کنه. این رو نباید فراموش کنیم. استبداد ضد
برخورداری حقوق شهروندان. قبل از پیروزی انقلاب، زمانی که آقای خمینی در پاریس بودند، قولهایی به مردم ایران دادن. من سعی میکنم چند تا قول رو، اجازه بدید به خاطر کمبود وقت منابع اون رو نخونم، مصاحبه هاست که آقای خمینی با تلویزیون های مختلف کردن و در اونجا نقطه نظرات خودشون رو گفتن. عنوان میکنه آقای خمینی که برنامه ما تحصیل استقلال و آزادی است. حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدالت و دموکراسی است. شکل حکومت ایران جمهوری است. جمهوری به معنای اینکه متکی به آرای اکثریت است. جامعه آینده ما جامعه آزاد خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهند رفت. ولایت با جمهور مردم است. اختیارات شاه را هم نخواهم داشت. این رو در رابطه با شخص خودشون گفته. اختیارات شاه را هم نخواهم داشت. من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت. من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم. وظیفه روحانیون ارشاد دولت هاست. من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم. مجموع حرف های آقای خمینی یک پیام داشت و اون که در ایران آزادی ها برقرار خواهند شد. ولی متاسفانه جلب خشونت رو آقای خمینی از روزهای اول بر سر قدرت اومدن ایجاد کرد. در فردای به قدرت رسیدن در حقیقت حرفهای گذشته خودش رو فراموش کرد. ایشون در رابطه با حتی حکم اعدام برای شاه گفته بود به صرف این که شاه هست نمیشود او را اعدام کرد. ولی در فردای به قدرت رسیدن او با دادن حکمی که به آقای خلخالی داد، الان خدمتون عرض میکنم به استناد از کتاب خود آقای خلخالی، آقای خلخالی عنوان میکنه که با گرفتن این حکم امکان این رو پیدا کرده که 550 نفر را از صحنه روزگار پاک کرد. جمله است که آقای خلخالی گفت. بعد عنوان میکنه آقای خلخالی در کتابش به عنوان به اصطلاح کسی که قاضی شهر بوده، اینکه اگر کسی رو اشتباه ما اعدام کرده باشیم اشکال نداره، به بهشت میره. بله. از کی تا حالا کسی اگر اشتباه بکنه باید خداوند او رو جبران کنه براش. و یه چیزی که باید خدمت بینندگان محترم عرض کنم اینه که اولین بار این نظریه در کلیسا شکل گرفته، بعد فقیهان یهودی اون رو به اصطلاح بیان کردن و متاسفانه در فردای آزادی در ایران، در فردای تحول و در حقیقت انقلاب در ایران، کسانی که به قدرت رسیده بودن طرفداران نظریه ولایت فقیه اون رو به اجرا در آورد. آقای خلخالی کتابی نوشته که این که بینندگان بدونن از چه کتابی است، کتاب آقای خلخالی، خاطرات آقای آیت الله خلخالی. بله، ایشون در دو جلد کتابی دادن که در اونجا بسیاری از حقایق رو و که زمینه ساز جنایت در ایران شده رو بیان میکنن. این کتاب در ایران انتشار پیدا کرده، به احتمال زیاد بسیاری از بینندگان محترم هم از اون مطلع هستن. آقای خلخالی در خاطراتش در صفحه 281 میگه سرانجام کشور به دست اسلام، امام، روحانیت و مردم افتاد. البته اسلامی که ایشون تعریف کرده استبدادی است تحت نام ولایت فقیه. و نظر ایشون اینه که مردم در این به اصطلاح بعد از تحول مطیع رهبری بودن، که این نظریه رو در جای جای کتاب ایشون عنوان کرد. بعد ایشون میگه که چگونه حکم رو از آقای خمینی گرفتن. میگه حضرت امام 2 یا 3 روز پس از به ثمر رسیدن انقلاب این جانب را فراخواند و نوشته ایران نشان داد و گفت این حکم را به نام شما نوشتم. وقتی به نوشته نگاه کردم دیدم که ایشان حکم قضاوت شهر
و دادگاه‌های انقلاب را با خط خیش به نام این جانب نوشته است. عرض کردم متشکرم، اما این کار خون دارد و بسیار سنگین است. حضرت امام فرمود برای شما سنگین نیست، من حامی شما هستم. عرض کردم من زحمت کشیدم و چیزهایی بلدم، می ترسم از چهرم در تاریخ انقلاب خونین جلوه‌گر شود و دشمنان اسلام علیه من تبلیغ کنند، به ویژه اینکه باید سردمداران فساد و تباهی در ایران را محاکمه کنم. امام فرمود من از شما حمایت می کنم، وانگهی به چه کسی بدهم که بتوانم به او اطمینان داشته باشم. سرانجام وظیفه محوله از سوی امام را پذیرفتم و داد مستضعفان و ملت مظلوم در طول تاریخ را از مستکبرانی مانند عبیدا، خسرودار، ربیعی، رحیم، پاکروان مقدم، نصیری، مهندس ریاضی، خلعتبری، جهانبانی و صدها سپهبد و سرلشکر و ساواکی و خوانین گردن کلوف و دیگر مفسدین فلعز را به وجه احسن گرفتند، یعنی همه را اعدام کرد. بدعت را آقای خمینی از روز اولی که مردم بر ضد استبداد پهلوی پیروز شدند گذاشت. انقلاب ایران برای برقراری استقلال و آزادی و در حقیقت عدالت خواهی بود. خمینی از رهبری دلها به رهبری استبداد رفت. به گفته یک نویسنده آلمانی، یک خبرنگار آلمانی عنوان کرده که آقای خمینی با روشنفکران، با مدافعین خط استقلال و آزادی وارد ایران شد و از اولین قدمی که ایران گذاشت رفت به دامن روحانیت، رفت به دامن افرادی که اعتقاد داشتند به خشونت و برقراری استبداد جدید. در اینجا زمان بازگو کردن تمام نقطه نظرات و اتفاقاتی که در ایران افتاده نیست. مسئله اساسی اینه که آقای خلخالی با حکمی که از آقای خمینی گرفته دست به چنین فشار و اختناق زد. بسیار مسئله جالبی که هست، مسئله که در سال 60 وقتی که آقای خمینی تصمیم به کودتا علیه علی بابرین رئیس جمهور در ایران گرفت، تعداد زیادی از طرفداران دیکتاتوری ولی به شکل دیگر با او همدست و همداستان شدند و در حقیقت علیه آزادی خواهان و استقلال طلبان اونها هم کودتا کردند و دست در جنایت دارند. بعد از یک مدتی سران اصلاح رژیم و حزب جمهوری اسلامی اون متحدین که پیدا کرده بود را هم در حقیقت ضد خودشون تونستن و بر ضد اونها هم حکم اعدام و زندان داد. و در حقیقت گورستانهای زیبایی رو این نظام برای ما درست کرد. در کتاب ایبین نوشته آقای محمد جعفری یک جمله زیبایی اومده در رابطه با مسئله زندانها در اون دوره، در دوران سال 60. از دادگاه ها عنوان مهمترین عامل ایجاد ترس و وحشت استفاده می شود و نه مرکزی برای تحقق عدالت و روشن شدن هر ایشون میگه دادگاه به یک ماشین مخوف وحشتناک تحویل شده بودن، به طوری که وقتی کسانی از دادگاه برمیگشتن و بعد از مدتی میفهمیدن که حکم حبس ابد گرفتن از خوشحالی در پوست نمیگنجیدن. این واقعیتی است که در اون دوران بود و در حقیقت زمانی که یک مقدار وضعیت ایران آرام گرفته بود از لحاظ در زندان ها مخصوصا بعد از سالهای 63-64 و سال 67 آقای خمینی حکمی رو میده و نه فتوا، حکمی رو عنوان میکنه که در اون حکم طبق گفت آقای منتظری که در اینجا جایی داره که از ایشون تجلیل بکنه، آبی که خاطرات آقای منتظری که به کوشش جمع ما در حقیقت با عقد دستنوشت ها این تاب شد و در پشت کتاب حکم دستخط آقای خمینی هم آمده است. این جناب گلزار، این همون حکم است که میگن هر چه زودتر تا
تکلیف این زندانیان روشن بکنید. بله علی، من خدمت شما بخوانم حساب بیننده دارم اون رو عرض خواهم کرد. در صفحه 302 این کتاب اومده که از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده، هرچی میگوید از روی تیره و نفاق آنهاست و به اقرار آن از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوان مردانه آنان از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محکوم و محارب و محکوم به اعدام می باشند. و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری قاضی شهر و جناب آقای اشراقی داستان تهران و نماینده از وزارت اطلاعات می باشد. اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شهر داستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاجماع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نماید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشد علی کفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک مطهر شهدا می باشد. و سلام، امضا آقای خمینی. و با همین حکم آقای گلزار چند هزار نفر در زندان‌های ایران در طول دو سه هفته اعدام شده. بله، البته این حکم یک ادامه داره. سوالی است که آقای احمد خمینی فرزند ایشون از ایشون سوال میکنه، میگه آقای موسوی اردبیلی تلفنی از من سوالی کردن که این سه سوال رو از پدر میکنه. در ادامه آقای خمینی چنین پاسخ میده: در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر ماست. امضا آقای خمینی. این عملی که آقای خمینی کرده من رو به یاد شاه عباس میندازه. شاه عباس میگن یک جلادی داشت، به جلادش گفت پسر داری؟ گفت بله قربان، یک پسر دارم از دار خدا. گفت پسرتو بیار. وقتی پسرش آورد گفت سرشو بزن. وقتی سر پسر رو زد گفت ناراحت شدی؟ گفت بسیار غمگین شدم سرور من، من فقط یک فرزند داشتم که اون رو هدیه شما کرد. گفت برای ماندن بر قدرت اگر هزار فرزند داشتم که مجبور بودم روز یک نفرشون رو اعدام می کردم که بر سر قدرت بمان. آقای خمینی برای ماندن بر سر قدرت هزاران فرزندان این کشور را قربانی کرده و هنوز نظام ولایت فقیه داره قربانی میکنه. هشدارهای بسیاری به آقای خمینی داده شد، متاسفانه نه او شنید نه دیگران. در کتابی که آقای بنی صدر در اینجا چاپ شده به نام نامه ها، مجموعه نامه هاییست که آقای بنی صدر به آقای خمینی و سران نظام داده. یک نامه بسیار کوچیک رو از اون برای شما میخونم در کمبود وقت. در تاریخ 1 خرداد 59 آقای بنی صدر در نامه به آقای خمینی مینویسه، بخشی از اون نامه میگه: به خدا این همه خشونت در خور یک حکومت فاشیستی نیست، چه رسد به یک حکومت اسلامی. دیروز که از سفر بازگشتم 30 محکوم به اعدام یا اعدام شده اند و یا منتظر اعدام هستند. با این میزان خشونت جامعه همگرایی پیدا نمی کند و جو سنگین تر می شود. غالب محکومان به ناحق محکوم می شود. از اونجایی که وقت ما کم هست باید خدمت شما عرض کنم که روی سخنم به
سران این نظامه که در فردای این نظام ما مدافع حقوق شما هستیم که در یک دادگاه عادل شما از حق خود دفاع کنید. ما مدافع حق حیات شما خواهیم بود برخلاف عملی که شما امروز انجام میدهید. ضحاک زمان ما با مارهایی که بر دوش داره، یعنی ضحاک زمان ما که ولی فقیه باشه و یا نظام ولایت فقیه باشه، جوانان این مرز و بوم رو با شکنجه، با کشتار، با جنایت سعی میکنه به مارهای قدرتی که بر دوش داره بخورونه. ولی ما سعی میکنیم کاوه وار، درست بود که کاوه یک نفر بود و تنها ایستاد، ما تنها نیستیم، ما دست در دست هم همچون کاوه در مقابل این ضحاک باید بیستیم و این ماشین به صلاح خشونت و اعدام و خفقان رو از کار بیاندازیم و زمین ساز تحولی نو در جامعه بشیم، تحولی در زمینه در راه استقلال و آزادی این مملکت، در راه عدالت خواهی. امیدوارم که هرچه زودتر ما ملت دست در دست هم به این مهم دست بیاد. جناب گارزخ خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که هرچی زودتر این روزها در ایران پایان بپذیره و همونجور که شما فهمیدین روزهای حقوق مداری به ایران بازگرده. خیلی سپاسگزارم از شما. من هم از شما متشکرم. شب شما خوش. اوقات شما خیلی.